فصل 19. در این وقت پیلاتوس دستور داد عیسی را تازیانه زدند و سربازان تاجی از خار بافته بر سر او گذاشتند و قبای ارغوانی رنگ به او پوشانیدند و پیش او می آمدند و می گفتند درود بر پادشاه یهود و به او سیلی می زدند. بار دیگر پیلاتوس بیرون آمد و با آنها گفت ببینید او را پیش شما می آورم تا بدانید که در او هیچ جرمی نمی بینم. و عیسی در حالی که تاج خاری بر سر و قبای ارغوانی بر تن داشت بیرون آمد. پیلاتوس گفت ببینید آن مرد اینجاست. وقتی سران کاهنان و ماموران آنها او را دیدند فریاد کردند مصلوبش کن، مصلوبش کن. پیلاتوس گفت شما او را ببرید و مصلوب کنید چون من هیچ تقصیری در او نمی بینم. یهودیان پاسخ دادند ما قانونی داریم که به موجب آن او باید بمیرد زیرا ادعا می کند که پسر خداست. وقتی پیلاتوس این را شنید بیش از پیش هراسان شد و باز به قصر خود رفت و از عیسی پرسید تو اهل کجا هستی؟ عیسی به او پاسخی نداد. پیلاتوس گفت آیا به من جواب نمی دهی؟ مگر نمی دانی که من قدرت دارم تو را آزاد سازم و قدرت دارم تو را مصلوب نمایم؟ عیسی در جواب گفت تو هیچ قدرتی بر من نمی داشتی اگر خدا آن را به تو نمی داد. از این رو کسی که مرا به تو تسلیم نمود تقصیر بیشتری دارد. از آن وقت به بعد پیلاتوس سعی کرد او را آزاد سازد ولی یهودیان دائما فریاد می‌کردند اگر این مرد را آزاد کنی دوست قیصر نیستی، هر که ادعای پادشاهی کند دشمن قیصر است. وقتی پیلاتوس این را شنید عیسی را بیرون آورد و خود در محلی موسوم به سنگ فرش که به زبان عبری آن را جباتا می‌گفتند بر مسند قضاوت نشست. وقت تهیه فسح و نزدیک ظهر بود که پیلاتوس به یهودیان گفت ببینید پادشاه شما اینجاست. ولی آنها فریاد کردند اعدامش کن، اعدامش کن، مصلوبش کن. پیلاتوس گفت آیا می‌خواهید پادشاه شما را مصلوب کنم؟ سران کاهنان جواب دادند ما پادشاهی جز قیصر نداریم. سرانجام پیلاتوس عیسی را به دست آنها داد تا مصلوب شود. پس آنها عیسی را تحویل گرفتند. عیسی در حالی که صلیب خود را می برد به جایی که به محله کاسه سر و به عبری جلجتا موسوم است رفت. در آنجا او را به صلیب می خوب کردند و با او دو نفر دیگر را یکی در دست راست و دیگری در سمت چپ او مصلوب کردند. و عیسی در وسط آن دو نفر بود. پیلاتوس تقصیر نامه ای نوشت تا بر صلیب نصب گردد و آن نوشته چنین بود. عیسی ناصری پادشاه یهود. بسیاری از یهودیان این تقصیر نامه را خواندند زیرا جایی که عیسی مصلوب شد از شهر دور نبود و آن تقصیر نامه به زبانهای عبری و لاتین و یونانی نوشته شده بود. بنابراین سران کاهنان یهود به پیلاتوس گفتند ننویس پادشاه یهود، بنویس او ادعا می کرد که پادشاه یهود است. پیلاتوس پاسخ داد هرچه نوشتم نوشتم. پس از اینکه سربازان عیسی را به صلیب می خوب کردند لباسهای او را برداشتند و چهار قسمت کردند و هر یک از سربازان یک قسمت از آن را برداشت. ولی پیراهن او که درز نداشت و از بالا تا پایین یک پارچه بافته شده بود باقی ماند. پس آنها به یکدیگر گفتند آن را پاره نکنیم، بیایید روی آن قرعه بکشیم و ببینیم به کی میرسد. به این ترتیب کلام خدا که میفرماید لباسهای مرا در میان خود تقسیم کردند و بر پوشاکم قرعه افکندند به حقیقت پیوست و سربازان همین کار را کردند. نزدیک صلیبی که عیسی به آن میخکوب شده بود، مادر عیسی به اتفاق خواهرش مریم زن کلوپاس و مریم مجدلیه ایستاده بودند و
وقتی عیسی مادر خود را دید که پهلوی همان شاگردی که او را دوست می داشت ایستاده است، به مادر خود گفت: مادر، این پسر توست. و بعد به شاگرد خود گفت: و این مادر توست. و از همان لحظه آن شاگرد او را به خانه خود برد. بعد از آن وقتی عیسی دید که همه چیز انجام شده است، گفت: تشنم. و بدین طریق پیشگویی کلام خدا تحقق یافت. خمره‌ای پر از شراب ترشیده در آنجا قرار داشت. آنها اسفنجی را به شراب آغشته کردند و آن را بر سر نی گذارده جلوی دهان او گرفتند. وقتی عیسی به شراب لب زد، گفت: تمام شد. بعد سر به زیر افکنده جان سپرد. چون روز جمعه با روز تهیه فسح مصادف بود و یهودیان نمی‌خواستند اجساد مصلوب شدگان در آن سبت بزرگ بر روی صلیب بماند، از پیلاتوس درخواست کردند که ساق پای آن سه را بشکنند و آنها را از صلیب پایین بیاورند. پس سربازان جلو آمدند و ساق پای آن دو نفری را که با عیسی مصلوب شده بودند شکستند. اما وقتی پیش عیسی آمدند، دیدند که او مرده است. از این رو ساقهای او را نشکستند. اما یکی از سربازان نگزه‌ای به پهلوی او فرو کرد و خون و آب از بدنش جاری شد. کسی که خود شاهد این واقعه بود این را می‌گوید و شهادت او راست است. او حقیقت را میگوید تا شما نیز ایمان آورید. چنین شد تا پیشگویی کتاب مقدس که میفرماید هیچ یک از استخوان‌هایش شکسته نخواهد شد تحقق یابد. و در جای دیگر میفرماید آنها به کسی که نگزه زدن نگاه خواهند کرد. بعد از آن یوسف رامه‌ای که به علت ترس از یهودیان مخفیانه شاگرد عیسی بود، پیش پیلاتوس رفت و اجازه خواست که جنازه عیسی را بردارد. پیلاتوس به او اجازه داد. پس آمد و جسد عیسی را برداشت. نیقودیموس، یعنی همان کسی که ابتدا شبانه به دیدن عیسی رفته بود، نیز آمد و با خود مخلوطی از مر و چوب عود که در حدود 50 کیلو می شد آورد. آنها بدن عیسی را بردند و مطابق مراسم تدفین یهود در پارچه‌ای کتانی با داروهای معطر پیچیدند. در نزدیکی محلی که او مصلوب شد باغی بود و در آن باغ قبر تازه‌ای قرار داشت که هنوز کسی در آن دفن نشده بود. چون شب عید فسح بود و قبر هم در همان نزدیکی قرار داشت، عیسی را در آنجا دفن کردند.